كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم الأجر والغفران. بسم الله الرحمن الرحيم. دوستان عزيز علاق منداني آموزشي تجويد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس ما در مخارج حروف بود. در درس گذشته مخرج هفتم بیان شد که وسط اللسان بود. بعد از مخرج هفتم دیگر مخارج ارتباط دارد به دندانها و لسان. پیش از اینکه مخرج هشتم آغاز می شود، اول باید دندانها و لسان معرفی شود. در عموم هر انسان، هر شخص 32 دندان داشته می باشد که 16 دندان در فک بالا وجود دارد و 16 دندان در فک پایین وجود دارد. حالا هر یکی از این دندان ها معرفی می شود. اول 4 دندان روبرو که 2 دندان در فک بالا، یک طرف راست و یک طرف چپ، و 2 دندان در فک پایین، یک طرف راست و یک طرف چپ. این 4 دندان را به نام دندانهای ثنایا یاد می کند. دندانهای بالا را ثنایای علیا می گوید، دندانهای پایین را ثنایای سفلا. علیا به معنای بالا، سفلا به معنای پایین. و بعد از دندانهای ثنایا متصل 4 دندان دیگر که 2 دندان در فک بالا، یک طرف راست و یک طرف چپ، و 2 دندان در فک پایین، یک طرف راست و یک طرف چپ. این 4 دندان را به نام دندان های رباعیات یاد می کند، البته که به رنگ سرخ نشانی شده. و بعد از دندان های رباعیات متصل 4 دندان دیگر که 2 دندان در فک بالا، یک طرف راست و یک طرف چپ، و 2 دندان در فک پایین، یک طرف راست و یک طرف چپ. این 4 دندان را به نام دندانهای انیاب یاد می کند. و بعد از دندانهای انیاب متصل 4 دندان دیگر که 2 دندان در فک بالا، یک طرف راست و یک طرف چپ، و 2 دندان در فک پایین، یک طرف راست و یک طرف چپ. این 4 دندان را به نام دندانهای ضواحك یاد می کند، البته که به رنگ آبی نشانی شده. و بعد از دندانهای ضواحك متصل 12 دندان دیگر که 6 دندان در فک بالا، 3 دندان طرف راست و 3 دندان طرف چپ، و 6 دندان در فک پایین، 3 دندان طرف راست و 3 دندان طرف چپ. این 12 دندان را به نام دندانهای طواحین یاد می کند، البته که به رنگ زرد نشانی شده. و بعد از دندانهای طواحین متصل 4 دندان دیگر که 2 دندان در فک بالا، یک طرف راست و یک طرف چپ، و 2 دندان در فک پایین، یک طرف راست و یک طرف چپ، که آخرین دندان ها هستند، به نام دندان های نواجز یاد می شود. و همچنان 3 قسم دندان، 3 قسم آخرین دندان ها که ضواحك، طواحین، نواجز، این 3 قسم دندان که مجموعاً 20 دانه دندان می شود، این 20 دانه دندان را به نام دندان های اضراس هم یاد می کند. یعنی ضواحك، دندان های ضواحك، طواحین، نواجز را به نام دندان های اضراس هم یاد می کند. این 3 قسم دندان ها را که مجموعاً 20 دانه دندان می شود، به نام دندان های اضراس هم یاد می شود. این بود معرفی دندان ها. حالا می رویم طرف لسان. لسان هم به 5 دسته تقسیم می شود: اقصى اللسان، وسط اللسان، طرف اللسان، رأس اللسان، حافة اللسان. اقصى اللسان یعنی بیخ زبان. شما ببینید که در اینجا اشاره هم شده، اقصى اللسان یعنی بیخ زبان، این قسمت را بیخ زبان میگوید. دوم وسط اللسان، وسط اللسان یعنی وسط زبان. ببینید که در اینجا اشاره هم نموده،
دوم قسمت از زبان وسط اللسان می باشد. سوم طرف اللسان. طرف اللسان این قسمت را می گوید. از نوک زبان کمی پایین تر این قسمت را طرف اللسان می گوید. و چهارم رأس اللسان. رأس اللسان یعنی نوک یا سر زبان. این قسمت نوک زبان را رأس اللسان می گوید و کمی پایین تر این قسمت را طرف اللسان می گوید. و پنجم حافة اللسان. حافة اللسان یعنی بغل زبان. این قسمت را یعنی این قسمتی بغل زبان را حافة اللسان می گوید که از اینجا شروع می شود تا اینجا. این قسمت را می گوید ادنای حافة اللسان یعنی حصه اول بغل زبان و این هم منتها یعنی حصه آخر بغل زبان. یعنی خلاصه این قسمت را حافة اللسان یعنی بغل زبان می گوید تا این قسمت. این بود معرفی دندانها و لسان. شما کوشش کنید که اسمهای دندانها را و اقسام لسان را حفظ کنید. وقتی که این را خودتر حفظ کردید، در آینده کدام مخارج که بیان می شود شما می توانید که به آسانی و به سهولت درک کنید. این بود درس امروزی ما. انشاءالله که در درس آینده مخرج هشتم بیان می شود که حافة اللسان است.